گویا شما درباره سابقه و نسب و ملیت آقای خمینی تحقیق نوین انجام دادید. در این پژوهش جدید شما چه چیز تازه‌ای رو کشف کردید؟ من والا در حدود همون 7-8 سال قبل که رفته بودم برای هندوستان، حتی در شهر زادگاه اجدادی خمینی که شهر کنتور منطقه اتراپرادشه یوپی، در اونجا تا از نزدیک تحقیق کردم، یکی از اجداد خمینی به نام ججار بوده و این کلمه ججار اسم اسلامی نیست و این سابقه ایست برای اینکه این خاندان از اول مسلمان نبودن، اما بعدها به وسیله ایادی مرموزی که پدر خمینی یا جد خمینی نمیدونم در کنسولگری عراق در ایران، کنسولگری انگلیس، اونجا کارگر بود، خادم بود، خدمتگزار بود، بعد اینها موندن اونجا و همونطوری که البته خاطر شما مستحضره، سیک های هندی یک پارچه های به سرشون میبند میپیچند، بعضن سفید، بعضن سیاه، بعضن زرد، سرخ. غایتاً باید این جد خمینی اول با هم پارچه سیاهی که سیک ها میبندن آمده باشه اونجا، که در ایران خیال این که اینا ساداتاً آقا گفتن که این در خاندان او مونده و حتی خمینی در قم امضاهایی از خود به جا گذاشته، اوائل امضا میکرد روح الله المصطفوی الهندی، این امضای خمینی هنوزم هست در ایران، اما مصطفوی به عنوانی که پدرش اسم پدرش مصطفی بوده خودشو مسمی به پدر میکرد، مصطفوی به هندی هم که هندی الاصل بوده، بعدها که امضا میکرد میگفت خمینی الموسوی روح الله الموسوی الخمینی، حالا این موسوی بعد از کجا آمد پسوندی برای اسم خمینی شد، اینو دیگه باید الان حتی الان در حال حاضر هم مثل اینکه پسندیده زنده است از او بخواهم تا او تشریح کنه که این از کجا موسوی بعد آمده تا نسبی برای او از ذره هاشمی باشه. او به طور کلی من همونطور که در کتاب فلسفه تحولات در ایران نوشتم و تحقیق کردم، اینا از اول از خاندان هندو بودند و هیچ ارتباطی با اسلام نداشتند، حالا بعدها مسلمان شدن ما حرف نداریم، اما این مطلب ثابت میکنه که اینا از خاندان هاشمی نیستن که به اصطلاح شیعه سید باشند. اگر مسائل دیگری هم لازم باشه کسانی که بخوام بدونن اون کتاب رو بخونن و امیدوارم که انشاءالله حد کافی مطالب